داخل میشیم در سورت بقره. سورت البقره مدنیت، مدنی سورت است. مدنی چی معنا؟ در مدینه نازل شده است، در مدینه منوره. ما شما قبلا خواندیم که رسول الله صلی الله علیه و آله چند مرحله زندگی کرد؟ دو مرحله، مکی و مدنی. در مکه چند سال بود؟ 13 سال. در مدینه چند سال بود؟ 10 سال. با پیامبری در چند سالگی مبعوث شد، فرستاده شد؟ 40 سال. 40 و 23 چند میشه؟ 63. در 63 سالگی از دنیا رفته است. سوره هایی که بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده و را چی میگن؟ مدنی، یعنی در مدینه نازل شده. به اتفاق همه مفسرین این سوره مدنی است، در مدینه نازل شده. بعد از این نازل شد که مسلمان ها صاحب جامعه قوی، حکومت قوی و نظام قوی شدند. بسیار یک نظام قوی داشتند، قوی که میتونستن احکام تطبیق کنند. در موسی قوت داشتند، اگر که در اول در برابر روم قوت نداشت، که روم نمیتونستن بجنگن، ولی یک قوت در سرزمین جزیره عرب پیدا کردن که در خاک خودان اسلام تطبیق کنند. در بیرون هم دعوت جهاد کنند. این قوت پیدا کرد، اینقدر قوت پیدا کردن، الله که می قوت پیدا کرد، احکام روان کرد. این سوره نام های زیادی داره. یک نامش سوره بقره. چرا بقره میگه؟ به خاطر که ذبح بقره در اینجا یاد شده. بقره معبود بنی اسرائیل بود. گوساله نو بقره را عبادت کرده بودن، الله به خاطر توهین معبودشان گفت ذبحش کنین. ریشه شرک کنده شده، به این خاطر این سوره، سوره البقره نمیگه، سوره یذکر فیها واقعه البقره. میتونه سوره که واقعه بقره در یاد شده است. میگم تا بدینا چی میگه؟ سوره البقره یعنی سوره گاو، یعنی این سوره به نام گاو است. یا نه تو نمیگه ما سوره یذکر فیها البقره مضاف مضافله هم میتونه است. خب غلام زید که میگیم، نه غلام زیدن، یعنی غلامی که از برای زید است. و دوم نامش چیست؟ دوم نامی سوره الزهراء. در حدیث صحیح میاد رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید اقرا الزهراوین، دو سورهایی که روشنی میتن، این را بخوانین روشنی میتن. و در حدیث صحیح مسلم بخاری میاد که کسی این سوره را میخواند از شیطان و یفر من البیت الذی یقرا فیها سوره البقره، شیطان فرار میکند از او خانه ای که سوره بقره در او خوانده شود، سوره بقره احکامش عملی شود، در او خانه نمی باشد. یعنی شیطان تسلط حاصل کرده نمی تانه. دیگه نامی از این چی هست؟ سوره فستات القرآن. این را مفسرین گفتگیست تابعین اینا. فستات خیمه کلان میگه که مردم در زیرش بسیار مردم جای میشه. این هم یک سوره است، بزرگترین سوره، طویلترین سوره. از این که در سوره دراز نیست که آیاتش این 287 آیات است. بسیار آیات زیاد داره که آخرش سعی کنیم که چقدر آیاتش، فکر میکنم که 287 286 اینه 286 آیات. از اینکه در صورت طویل نیست. و دیگه ای که این و یکی که و طویل فستاد، دیگه ای که در این چیز مزامین تماما موضوعات ارزش های نظام عقیدتی در این است، عبادات در این وجود داره، نماز روزه زکات هست کلش، معاملات در این وجود داره، معاملات مدنی، معاملات تجارتی، معاملات سیاسی، قوانین سیاسی، قوانین اقتصادی، قوانین خانوادگی، 18 احکام قوانین خانوادگی داره. و قوانین نظامی، دستورات نظامی عسکری در وجود دار. پس در همه ابعاد زندگی ما در این صورت قانونگذاری شده، در همه ابعاد ما، چه قانون مدنی بگه، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فردی، فرهنگی، همه عبادت، همه وجود دار. بسیار یک صورت جامعه است. به این خاطر است که این فستات القرآن. یک نام دیگه سنام القرآن. سنام اعلای شی، بلند چیزه گفته میشه، مثل شطور که هست اما کوپانش سنام میگه. این هم اعلاترین صورت، بالاترین صورت هاست. این قید درجه داره که حتی رسول الله سلام یک کسی را گفت که یا خلافاست یا پیامبر سلام، گفت صورت بقره را یاد داره، گفت امیر تعیینش کرد. خب کسی صورت بقره را حفظ داشت؟ امیر تعیینش کرد.
در جنگ یمامه در برابر مسیلمه کذاب صحابه شکست خورد. خالد بن ولید صدا کرد که یا اهل البقره، یا اهل آل عمران، کسایی که سوره بقره و آل عمران یاد داره بدوین. اینا پس دویدن جهاد کردن، در جنگ کافر شکست داد، مسیلمه را مردار ساختن، دعوای پیامبری کرده بود. حفظ ازی که این را کسی حفظ میکنه بسیار درجه داره، این را یاد میکند، عمل میکنه. در فضیلت ازی صورت بسیار احادیث است که یک حدیث ای است که نزل ما کل آیت منها سمانونه، در آیتش 80 ملائکه آمده گیست. اگر که این منفرد است، یعنی حدیث غریب است، امام احمد روایت کرده گیست که پیرسول الله صلی الله علیه که اقرؤوها، این سوره را بخوانین، زیرا در خانه ای که این سوره خوانده شود در اونجا شیطان داخل شده نمیتانه. و بزرگترین آیت سید الآیه آیت الکرسی در این وجود داره، آیت الکرسی. رسول الله صلی الله علیه و آله آیت الکرسی را بسیار تعریف کرده است. و حدیث صحیح مسلم است، خود ترمیزی مسلم صحیح، عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که لا تجعلوا، نگردانین بیوتکم قبورا، خانایتان قبر جور نکنین. چی معنا؟ در قبر عبادت نیست، قرآن خواندن نیست، شما خانایتان قبر جور نکنین. فان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يدخل الشيطان، خانه‌ای که در سوره بقره خوانده میشه شیطان در او داخل نمیشه. امام ترمذی میگه حسن صحیح، خود در صحیح مسلم هم است. دیگه حدیث است روایت میکند ایرا انس بن مالک قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الشيطان، میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت شیطان یخرج من البيت، بیرون میشه از خانه‌ای که اذا سمع سوره البقره تقرا فی، سوره بقره دو خوانده شود شیطان میگریزه، شیطان نمیتونه در اون باشد. پیشترم گفتم که عبدالله ابن مسعود میگه ان شیطان یفر من البیت الذی یسمع فی سوره البقره، شنویده میشه سوره بقره از اوج شیطان فرار میکند. حاکم میگه یه حدیث صحیح الاسناد است. در دیگه حدیث عبدالله ابن مسعود میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر صلی الله علیه و گفت لا الفین احدکم، یکی از شما تکیه نکند، یزا و احدال رجلی علا اخرى، یک پای خود سر دیگه پای دور میتا، یتغنا قرا بغم است و یدا و سوره البقره، سوره بقره ترک میکند که یقرأها قرات کند. چرا شیطان یفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره، و ان اصغر البيوت الجوف صفر من كتاب الله، میگه ذلیل ترین خانه موس اموش کمی که دو کتاب الله حفظ نباشه، کتاب الله را حفظ نباشد دویش کم. این میگه بسیار یک بیت خراب است، یک جای خراب است. در دیگه عبدالله بن مسعود میگه ما من بیت یقرا فی سوره البقره، هیچ خانه نیست که سوره بقره دو خوانده میشه الا خرج منه شیطان ولو ذرات، شیطان بیرون میشه و بسیار بادش میره، ایتو بادش میره گریز میکنه. شیطان ها گریز میکنه، ولی با معنا با مفهوم دیگه، ایتو نه که فقط لفظش خوانده برو، خب معنا و مفهومش بسیار مهمه. و امی قسم دیگه بسیار احادیث زیاد است که در ارتباط ازی است. یکی از احادیث که بسیار جالب است که اینجا سعی کنین، یه حدیث هم صحیح است و اسید بن حضیر میگه قال البخاری، حدیث امام بخاری آورده، خوب گوش کنین. خب یا آخری درجه زیرا میگم، بین ما یقرأو هو یقرأو من اللیل سوره البقره، اسید بن حضیر از جمله کلانای اهل مدینه است، کلانای انصار است، یه جمله اولین هاست که ایمان آورده، صحابی است. این میگه که یقرأو من اللیل سوره البقره، میگه قرائت میکرد سوره بقره را اسید بن حضیر، و فرس و مربوطه تنیندو، اسبش پایش بسته بود در محولیش در نزدیکی از یه اسبش بسته بود، از جالت الفرس ای کمی سوره بقره را خوان، اسب یک دفعه تکان خوی سوره فیسو خیز داد، چند تا خیز داد، فسکتا و سید ابن عزیز سکوت کرد، فسکنت اسب هم آرام شد، باز فقره قرآت کرد، باز اسب خیز داد، قرآت میکرد خیز میزد، وقتی که چوب میکرد و سید ابن عزیز خاموش میشد، فسکتا فسکنت باز سکوت میکرد آرامش، ثم قرا باز قرا کرد، فجالت الفرس، این حدیث هست، باز اسب خود شور میداد حرکت میداد، فن صرفه، این منصرف شد دیگه قرائت نکرد.
وكان ابن يحيى قريبا منها. يحيى ميگه نزدیکش بود فرزندش. فاشفق ان تصيبه ترسيد كم اسب نبي آل طفلش زیر پای نکنه. اون نزدیک بود خیز میزه اسب نبي طفل زیر پای نکنه. فلما اخذه هر وقتی که طفل گرفت رفع راسه الى السماء میسر خدا با آسمان بالا کرد حتی ما یراها تا اینکه دیده نشد. فلما اصبح هر وقتی که صبح شد حدث النبی صلی الله علیه و سلم حدث النبی پیش پای مسلم آمد امی واقعه را گفت که من میخواندم ای طور شو ای تو اسب خیس میزد چی حالت میگه. فقال پای مسلم گفت اقرا یا ابن حزیر بخوان ای ابن حزیر. قال ایمی قد اشفقت یا رسول الله ما ترسیدم جن است چی بود چی بود. یکم دفعه کسی میگه که در شو صورت ملک یارو نخوان که جنیات میارنی جن من بان بلا در پس جن نمیه میگریزا و دیگه چیز می باشه. خب گفت ترسیدم انتا اتا یحیا میگه ترسیدم که می یحیا زیر پای اسب نشه. و کان منها قریبا نزدیک اسب بود. فرفعت و راسی می سرم بالان کردم و انصرفت الی متوجه ازی شدم باز بالا کردم سرم فیضا مثل زلتی فی امثال مصابیح می آسمان دیدم که مثل امی عبرواری پایین شده و دهی چراغ ها هست. خب امی تو روشنی میتا در عبر چراغ هاست. فخرجت میگه بیرون شدم حتی لا ارا که بیرون شدم که ببینمش ندیدمش. میگه قال گفت و تدری ما ذاک رسول الله گفت میفهمی چی بود اما که عبر واری روشنی میداد چراغ ها پایین شده بود چی بود. قال این میگه لا من نمیفهم. قال گفت تلک الملائکه او ملائکه بود سعی کنم دنت لصوتک نزدیک شد به خاطر آوازت تو که سوره بقره را خواندی ملائکه برات نزدیک شدن. ولو قرأت اگر تو میگه میخوندی ادامه میدادی لاسبحت صبح میکردی ینظر الناس الی کل مردم به طرفش میدید کونه مواز هم روشنی لا تتوارا منهم هیچ میگه از اینا پت نمیشد. اگر تو تا صبح میخوندی هم تو میبود تو که نخوندی رفتن ملائکه بودن. این حدیث هم امام بخاری و غیره آوردگی است. پس سعی کنین که چقدر درجه داره مردم ما و شما فکر میکنه که سوره البقره مسائل نکاح و طلاق نخواد چیز داشته باشه. نه بسیار یک سوره معظم است. خب سنام القرآن است. این بود فضایلش. خب موضوع دیگه چیز ارتباط از این سوره با سوره قبلی امیرام میگیم بعد از او دعوای از این سوره و خلاصه اجمالیشه. در هر صورت ارتباطش با سوره ما قبل دعوا یعنی موضوع اصلیش هدف بزرگش چی است و خلاصه اجمالیش تفصیلیش با در زمین میاد. ارتباط صورت با ما قبل است که صورت فاتحه اجمال بود در این تفصیل است. در اون صورت الله گفت الحمدلله تمام صفات الوهیت لله مختصص از برای الله. در این صورت الله اسماء و صفات الله را بیان میکنه صفات الوهیت را بیان کرده میره اینی صفات این صفات این صفات بیان میشه در آیات مختلف در آیات 21 22 23 هم تو در این صورت گفت رب العالمین الله رب جهانیان است. اینجا رب معنا میکنه رب چی معنا یا ای الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء یعنی تعریف رب میکنه تفصیلی. در این سوره گفت الرحمن رحمان است الله. در اینجا نمونه رحمانیتش با بالای بنی اسرائیل که قد نعمت ها را کرده بسیار نعمت ها که شما تعجب میکنید. در این سوره گفت رحیم است الله. در اینجا نمونه رحیمیتش با بالای مؤمنین که الله مؤمنین بسیار نعمت های خاص جنت ها و غیره. مالک یوم الدین پادشاه روز جزاست. در اینجا قیامت تفصیل میتا که یوم الدین چیست و چی کارا میشود تفصیل ازیرا. مالک تصرف الله روز جزا را بیان میکنه. این یا کنابودو در این صورت بیان شد. در اینجا تفصیلی عبادت امر میکند که عبادت الله را کنین. این یا کنستعین مدد از تو میخواییم. در اینجا الله را بیان میکنه که چه قسم مدد بخواین. استعینو به صبر و صلاه نماز بخوانین صبر بکنین عبادات انجام بدین. اهدنا الصراط المستقیم در سوره فاتحه گفته شد که ما را برای مستقیم ثابت بسا. در اینجا الله میگه راه مستقیم چیست؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه قرآن است که در شک نیست.
به این چنگ دین صراط الذین انعمت علیهم منعم علیهم بیان کرد. در اینجا الله انبیا علیه السلام یاد میکنه کسایی که سرشان انعام شده بود، انبیا و تابعدارش. غیر المغضوب علیهم مغضوب علیهم بیان کرد. در اینجا الله میگه یهود است و اسباب غضب بیان میکنه که از این اعمال دور شوین تا که در غضب الله گرفتار نشین. ولا ضالین گمراه ها را گفته بود، در اینجا الله میگه که از اسباب دلالت دور شوین. چه چیز است که انسان به دلالت و گمراهی میبره؟ این بود ارتباطش. پس چی شد؟ سوره بقره فاتحه اجمال است، در این سوره تفصیل است. بزرگترین هدف از این چیز اثبات عقیده توحید و نظام توحید. این موضوع را با دلایل مختلف عقلی و نقلی بیان میکند الله با رد شرک، انواع و اقسام شرک. این موضوع را که شما با عقیده و نظام و قوانین توحید استوار باشید و مقاصد بسیار بزرگ اثبات عقیده توحید، نظامش اثبات رسالت، اثبات جهاد در برابر کسایی که با مؤمنین می جنگن تجاوز میکنن، اثبات انفاق مالتان در راه الله مصرف کنید. خب خلاصه اجمالیش به چهار است. آیت 1-3 تا آیت 96 است، اثبات عقیده توحید و بعضی احکام است. 3-2 تا آیت 176، 3-3 تا آیت 253، 3-4 در سه اول اثبات عقیده و نظام توحید، 2 رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله تابعداری از او، 3-3 جهاد، 3-4 انفاق فی سبیل الله. 3 اولش باز با باب ها تقسیم است. باب اولش 20 آیت است. در اول آیات قرآن کمال صفاتش را بیان میکند. باز تأثیرات قرآن به 3 گروه مردم است. یکی متقی است، 2 کافر است قبول ندارند، 3 منافقین است. صفات از اینا را بیان میکند و مثالایشان، حکم دنیویشان، حکم اخرویشان تا آیت 20. بعد از او هدف و مقصد کتاب بیان میکند که اعبدوا ربکم، عبادت ربتان کنین، و برای تطبیق اسلام و قرآن موضوع خلافت را بیان میکند. خلافت یک حکومت قوی بکار است که قوانین از سوره را تطبیق کنه. این حال داخل میشیم در خود سوره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. خاص به استعانت و مدد الله الرحمن که هم رحمت کننده است، رحیم خاص رحمت کننده است، شروع میکنیم. الف لام میم به 4 تقسیم بود. 3 اولش تا آیت 96 است. تا آیت 20 الله قرآن تعریف میکنه و تأثیرات قرآن به بالای مردم هاست. 3 قسم مردم هست. 1 کسایی است که قرآن کاملا قبول دارن، عمل میکنن که متقیستن. 2 کسایی که کاملا رد میکنن، آشکارا کافر هستن. و 3 کسایی هستن که قلبا قبول ندارن ولی در ظاهر میگن که قبول داریم. اینا منافقین است. نسبت به می کافر ضرر منافق زیاد است. الله 13 اوصاف منافقین یا 15 اوصافش را بیان میکنن. الف لام میم، الف لام میم ایرا متقدمین علما می گفتن که کلمه مقطعات است، کلمات است، حروف کلمه می گفتن. دیگران میگن حروف مقطعات، یعنی جدا جدا، الف جدا، لام جدا، میم جدا. جمهور علما مفسرین می گوین الف لام میم معنای زیر الله می فهمد، معنایی که اراده شده، هدف از این چیست. ولی بعضی ها معنا کردگیستن، نظریات مختلف دادن. بعضی میگن که الف لام میم اسم اسمای صورت است، یعنی نام این صورت است. صورت الف لام میم یک نام دیگه شد. بعضی هم میگن الف لام میم نام الله است. و خود ابن کثیر و شیخ الاسلام تیمیه و غیره میگوین محققین که الف لام میم اشاره به سوی اعجاز قرآن کریم است، تنبیه به اعجاز. الف لام میم یعنی قرآن کتاب معجزه است. چی معنا؟ قرآن از این همی حروف جور شده، الف لام میم، همی تو باز پس همی الف لام میم صاد، قاف، نون، الف لام را، الف تا میم تا سین،
این از اینمی حروف جور شده ولی در نهایت فصاحت و بلاغت است که کسی مثل ازی را آورده نمیتانه، مثل ازی قرآن جور کرده نمیتانه، نوشته کرده نمیتانه. چی معنی؟ یعنی شما عرب ها هم بسیار فامیده استین در فصاحت و بلاغت و شعر و شاعری فامیده استین و حتی پروفیسور هستین. ای خاتم النبیین رسول الله سلام محمد صلی الله علیه و سلم ای خوی جای را نخوانده. وقتی که تو یک کتاب آورده اگر شما میگین که این کلام الله نیست، بیارین مثل از قرآن یک کتاب دیگر. پس اینی یک قاعده کلی است، ولی هیچ چیزی را الله به فایده روان نمی کند. این با یک حکمت نازل شده است. مشرکین هم انتقاد نکردن، یهودیان هم اعتراض نکردن، می فهمیدن که اشاره بسیه اجاز قرآن کریم است که قرآن معجزه است، مثل ازی بیارین. این از این حروف هجا 28 حرف جور شده، بیارین مثل ازی. ذالک الکتاب لا ریب فیه. اگر که بعضی هایتون میگن که دی اشارات است، الف به معنای الله، لام به معنای جبرئیل، میم به معنای محمد، این تو چیزا میگن، ولی یک یقینی معنا نیست. ما این را نمیگیم، به بعض جای میگن ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالک اینمی آیاتی که نازل شده و نازل می شود. الکتاب و کتاب است، لا ریب فیه که نیست شک داری که از جانب الله است. هدل للمتقین، کامل هدایت است برای متقیا. ذالک بعض مفسرین ذالک نگاه عربی اشاره به سوی چیزی می شود که دور باشه. ذالک اون و آمد، نزدیک باشه میگه هذا رجل، اینی مرد است. حالا قرآن خود نزدیک است، چرا ذالکه را استعمال کرده؟ در اینجا اشاره به سوی فصاحت و بلاغت است که بود حسی را الله، چون که قرآن از نگاه مرتبه بعید است، بسیار مرتبهش بالاست، او را الله نازل کرده است در بود حسی که محسوس ما چیزی که دور باشد از نگاه محسوس به او اشاره میشه، دیگه یک چیزی که مرتبهش بلند باشد به او اشاره میشه. اینجا همی بود چیزی که قرآن که از نگاه مرتبه بعید است، او را در منزله بود حسی را که محسوس است در منزله بود رتبی نازل کرده که رتبهش بسیار بالا است. پس به ذالکه اشاره کرده. ذالکه اشاره به سوی چی است؟ ذالکه همی آیات هایی که نازل شده قبلا، این خصورت مدنی است در مکه و ینزلو نازل می شود در آینده. الکتاب کتاب است. کتاب در لغت به معنی جمع و جامع میاد. اینجا کتاب یعنی یک کتابی است که جامع کل خیر است، تمام خیر منافع انسان ها در این یافته شده مانده شده، خیر دنیا و خیر آخرتشان. پس در ذالک الکتاب الله تعریف کرد که قرآن یک کتاب کامل است و شامل است، همه ابعاد زندگی ما را، همه بخش های زندگی ما و شما را شامل است. هیچ بخشی از زندگی نیست که انسان از نگاه قانون به اون نیاز داشته باشد که الله او را معالجه نکرده باشد، اونجا علاج شده، قانون روان شده است. اولین صفت کتاب ده ای ترغیب است که کتاب کامل به ای چنگ ده. دوم لا ریب فیه، الله اعلان میکند در سرش هیچ شک و شبه ده ای نیست، خطایی ده ای وجود ندارد، ای که از جانب الله است. مخلوق هر کتاب نوشته کند میگه ده این شک و شبه با ما بگوین اگر کدام خطایی باشه، قرآن میگه هیچ شک و شبه ده اینه، هیچ خطایی وجود نداره، اعلان کرد. اینجا یک سوال پیدا میشه که شک نیست، مشتاق یعنی مرتابین خود زیاده، کسایی که شک میکنن زیاد هستن کافرا، چطور قرآن میگه ده این شک نیست؟ سوال جوابش ایست که اینجا شک در این است که من انه من رب العالمین، این که از جانب رب العالمین است. الله در سوره سجده و در دیگه جای توضیح داده است، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، این که نازل نزول این کتاب در این شک نیست که از جانب رب جهانیان است، در این شک نیست. اما این مردمایی که شک میکنن است، کسایی که شک میکنن، اما در این شک نیست که از جانب رب العالمین است، در این شک شبه نیست. چه معنا؟ این کتاب کلام الله است، کلام خالق جهان است، کلام ذات پر قدرت کائنات است،
کلام انسان نیست، کلام مخلوق نیست، کلام محمد نیست، سخن محمد ابن عبدالله رسول الله سلام نیست، بلکه کلام الله است. توجه شدیم؟ این دهی شک نیست. شک چی را میگه؟ شک را میگه که انسان نه تایید میکنه را رد. پس دهی الله میگه شک نداره وجود که شما ردش کنین یا تایید نکنین، تایید کنین. اگر کسی بگوید که من یک موضوع شکیستم، او آدم ایمان نداره. مثلا مومن بهی قرآن کلام الله. اگر کسی که بگوید من شک دارم، ایمان خدا دست میته. شکی که نمیفهمم قرآن کلام الله است نیست، قرآن رد میکنی نه، تایید میکنی نه، پس ایمان نداری. نه تایید میکنم نه رد، اینه میره شک میگه. و این شک قرآن رد کرده گیست که اینطور نباید باشه که نه رد شوه و نه تایید شوه. این گپ صحیح نیست. هدن للمتقین، کامل هدایت است برای متقیا. هدن مصدر است، سیکو نسبت هدایت به کتاب داده شده، کتاب هدایت میکنه. ولی معنای کتاب نفهمی چی؟ معنایش بفهمی هدایتت میکنه. هدن مصدر است از نگاه مبالغه، یعنی گویا که خود قرآن هدایت، یعنی هادیان. نسبت هدایت به سوی ازیم به مجازن داده شده گیست، یعنی هادی کی است؟ الله است. ولی کتاب یک وسیله سبب هدایت است. هدن للمتقین، هدایت است از برای متقیا. این سیومین صفت قرآن است. اول کامل کتاب است، دوم شک و شبه نیز دهی، سیومی که کامل هدایت است. هدایت کی را میکنه؟ متقیا را. سوال پیدا میشه که غیر متقی را هدایت نمیکنه؟ فاسق فاجر کافر را، کسایی که متقی نیست. سوال جوابش ایست که هست، بر اونام هدایت است. دلیلش چیز؟ در سوره بقره الله میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس. ماه رمضان ماهی است که قرآن در این نازل شده، هدن للناس، برای کل انسانیت قرآن هدایت است. اما اینجا متقین چرا میگه؟ چون که منفعت فایده متقین میگیره، نفع شکی میگیره متقین. مثل که الله میفرماید که یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم و هدن و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. هدایت برای قومی که ایمان میاره، یعنی یک کسی که ایمان آورد متقی شد، متقی قرآن قبول کرد، برای ازی باز امی منفعت هدایت میرسه، فایدهش. او کسی که قرآن برش گفت کافر است، قبول نکرد، منفعت هدایت برش نمیرسه. فایده هدایت بر کافر رسیده؟ نه. چون که متقیا فایده میگیرن، منفعتش میرسه، هدایت قرآن بر ازو، به این خاطر الله متقی نخواس کرد. پس اگر کسی میخواهد متقی صحیح شود، باید به چی چنگ دیه؟ به قرآن چنگ دیه. قرآن رو نخوانه متقی نمیشه، به قرآن عمل نکنه متقی نیست. متقی علم و عمل. ما شما دیروز خواندیم که صحابه میگه ده آیت یاد نمیکردیم مگر علمش هم یاد میکردیم، عمل هم هر دویش. علم و عمل هر دو سبب تقواست، سبب هدایت است. متقی کی را میگه؟ سه مرتبه دارد، مفسرین تعریف کرده. یکی است که از خود را از کفر و شرک نجات میکنم، دور میشه از کفر و شرک، عقیده توحید قبول میکنم، این را متقی میگه. یک نو است، یک درجه پایین متقی است، چهار درجه ضعیف. یک درجه است اگه این باشه با تقوی نیست. دوم درجه تقوی است که از کفر و شرک خود را نگاه میکنه، از حرام چیزایی که الله منع کرده حرام کرده از او اجتناب میکنه، فرایض انجام میده. این یک درجه متوسط است. سوم درجه متقی کامل است، بسیار دارای مرتبه است، فرایض هم انجام میده، از حرام هم اجتناب میکنه، مستحبات هم انجام میده، آنچه که فرض نیست. پس تقوا در محرمات چیست؟ عمر رضی الله عنه میگه، میگه یک کسی که چی میکنه؟ دمی یک راه میره در یک زمین، خار است اونجا، خار آمست، زمین پاک آمست، پاچای خودم بلند میکند، یک پای خودم میمانه در یک جای دیگه. تقوی میره میگه که بسیار به احتیاط پیش بریم، بسیار به احتیاط نشوه که مرتکب یک حرام شوی. در هر گپت فکر کو، باز گپت بگو، اعمال انجام میتی در او تحقیق کو، جایز است همی عمل منی باز انجام می. اگر نیست تقوا
از گناه صغیرم اجتناب میکنه، گناه خرد و کوچک. این متقی کامل میگه. اینجا یک شاعر است میگه بعضی از گناه کبیره خدا نگاه میکنه، از گناه صغیره اجتناب نمیکنه. چی میگه؟ میگه خل ذنوب صغیره ها و کبیره ها ذاک التقا، گناه را ترک کو، خردش هم بزرگش هم کوچک هر کدام میشه. ذاک التقا اینی تقوا است. وصنع کماشن فوق ارض شوک یحذر ما یرا یا یحذر ما یرا. وصنع عمل بکو مثل یک کسی که میرود در بالای زمین خاردار. یحذر ما یرا، میترسه از آنچه که میبینه که پایش در خار نره. اینطور باش. لا تحقرن صغیرتن، کوچک نشمار گناه کوچکه. گناه کوچکه حقیر نشمار. نگو که او قد گناه کارت حساب نکو. نه، بعضی گناه میکنه میگه گناه، میگه قدر حساب میکنی؟ چرا؟ ان الجبال من الحصا، میگه میکوها که هست از سنگریزه های کوچک جور شده. اینه می سنگریزه یک هست که کوره جور کرده، همین کوره که بزن اون سنگریزه هست. همین از گناه کوچک هم. همین قطره های آب مختلف کوها میاد دریا را جور میکنه. نه؟ پس تقوایی است. خب تقوایی است که از کل گناه انسان اجتناب کنه. الله ما شما را از این جمله بگردان. باز جنت برای کی آماده شده؟ الله در قرآن میگه که وسابقو وسارعو الى مغفرت من ربکم، سوره آل عمران، وسارعو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جنت برای همین متقی آماده شده. عرضش آسمان ها و زمین است. عرضش برشه طولش الله میفهم. کل آسمان ها و کائنات سیارات هموار کنی عرضش میشه طولش الله میفهم. تو یک جنت په 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 برای یک جنتی به اندازه یک دنیا داده میشه، به اندازه زمین. سبحان الله، این چقدر کلان است. به میلیون ها مسلمان تیر شده نه؟ کلش جنت میره. عرضش آسمان ها و زمین طولش الله می. متقی تقوا بسیار کوشش کنیم. تقوا کسی را میگه قرآن یاد میگیره، علمش سنت و با چنگ میزنه، خوب محکم عمل میکنه. عمل اینه که تنو نماز خوان متقی شد. کل اسلام عملی، کلش کلش عملی کردی تقوا دار در غیر از اون. ما و شما در این درجه تقوا نیستیم. خب کل اسلام ما و شما عملی نمیکنیم، امیال نیستیم. ماشا میکنیم ماشا نی. گپ ما بسیار کلان است. خدا بسیار صفات میکنیم. در حالی که واقعا چیز نیستیم.